سپاس بیکران به شما شنونده بسیار گرامی در هر جای جهان پهناور که صدای ما رو از رادیو ایران هیستون تگزاس ستا دبلیو krihd.com یا krihd.co مثل کو و همچنین رادیو سرباز دات نت میشنوید. ساعت 12 نیم روز به گاه هیستون تگزاس، 7 شامگاه اروپای مرکزی، 10 بامداد غرب آمریکا، امروز 21 بهمن ماه 2574 شاهنشاهی کوروشی هخامنشی برابر با 10 فوریه 2016 میلادی، برنامه‌ای با استاد مهدی شمشیری، تاریخ مستند ایران. با درود به شما استاد، بفرمایید. با درودهای فراوان به شما و تمام شنوندگان گرامی و عزیز شما در سرتاسر جهان، به ویژه آن عده از همیهنان عزیز که همیشه و در هر حال خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. دوستان گرامی، پیش از آغاز مطلب اجازه می خواهم دو سه مطلب را بسیار به طور خلاصه عرض کنم. اول اینکه تعداد زیادی از دوستان و به ویژه از شنوندگان همین رادیو گرامی از من میخواهند در مورد اینکه چرا مدتی برنامه های من در این رادیو قطع شده بود و حالا هم که شروع شده موقتا دو هفته یک دفعه برنامه اجرا می کنم. دوستان گرامی، من متاسفانه مسموم شدم، یعنی در یک توطئه که سه مرحله داشت قرار بود که بالاخره انجام بشه. مرحله اول انجام شد و دو روز بعد در مرحله اول، البته در یک رستوران بود، مرحله دوم در یک خانه بود و قرار بود مرحله سوم هم انجام بشه، ولی اون مرحله دوم جوری شدید شد که من بیمارستان رفتم و حالا عوارض و اینها رو در یک فرصت بیشتری میگم که چرا چطور شد رفتم بیمارستان. سه روز در اونجا بستری بودم و بسیاری آزمایشات کردند، چون عوارضی که رخ داده بود مربوط بود به اینکه به یک شخصی که اختلالات مغزی شدید داره و این عوارض به کسی روی میآورد که باید سکته مغزی کرده باشه یا قرار است بکنه. و وقتی هم که رفتم بیمارستان، تمام اولین آزمایشات روی همین مطلب بود. حالا اون عوارض چه بود باز باید
همه این مطالب در یک جلسه عرض کنم. وقتی که اونجا رفتم اون ام آر آی از مغز گرفتند و تعجب کردند که با وجود این اختلالات چرا مغز من سالمه. گفتن حتما مال قلب، از قلب گرفتن، گفتن سالمه، نمیدونم، گفتن راهی های گردن فلان و آزمایشات متعدد کردند و تعجب کردند که چرا این اختلالات رو داده، مخصوصا اون اختلال اصلی بالا رفتن فشار خون به 240 و 230 بود که بیشتر من وحشت کردم و اون فشار هم به سادگی کنترل نمیشد. بالاخره درست کردند و فرستادند من بعد از 3 روز و 3 شب خونه و وقتی که آمدم 2 روز بعد 2 دفعه مجبور شدم به بیمارستان برم. این دفعه ظاهرم خیلی بدتر از دفعه قبل بود و بردن من به بیمارستان و باز آزمایشات قبلی که انجام شد و هیچ دلیلی پیدا نشد و ولی خب این دفعه خوشبختانه اون عوارض ظاهری هم برطرف شده بود. خب برگشتم خونه و به من دکترها گفتند چند هفته باید استراحت کامل بکنی و صحبت کردن من اونها ممنوع کردند و من اگر هم اجازه می دادند خیلی حالم برای صحبت مناسب نبود، ولی خوشبختانه حالا تقریبا به حالت عادی برگشتم و دکترها همه اونهایی که پزشک من هستند مرتب اظهار خوشوقتی می کنند و می گویند که این مختصر عوارضی که باقی مونده زودی برطرف بشه. این می خواستم در پاسخ دوستان عرض کنم و دلائلش و وضع مشروع این جریان امیدوارم در یک گفتار آینده عرض کنم. این یک مطلب. مطلب دوم که میخواهم 2 هفته دیگر مشروع به طور مشروع درباره آن صحبت کنم و از دوستان خواهش میکنم که به کسانی که علاقه دارند اطلاع بدن که گوش بدهند، اینی که در مجله میراث ایران که با کوشش دانشمند محترم آقای احکامی انجام منتشر میشه، این در شماره پاییز آن، بله در شماره پاییز آن، مقاله از آقای محمود رضاییان، از جناب آقای دکتر محمود رضاییان، فکر می کنم رئیس یک مرکز معتبر ارتوپدیست در کالیفرنیا هستند و حالا کدوم ایالت و کدوم شهر الان در خاطرم نیست. این آقای دکتر محمود رضاییان مقاله نوشتند در مجله میراث ایران که به همت جناب آقای شاهرخ احکامی منتشر میشه. در شماره پاییز 1394 در اون شماره عنوان این مقاله بوده محمد مصدق قهرمان ملی ما ایرانیان نیست و ایشون حداقل مطلبی که میتونستن در مورد مصدق بیان کنند
اظهار کردند. من تا زمانی که در تلویزیون ایران آریایی برنامه داشتم در یک زمان ثابت کردم که من صد مورد از مواردی که در مورد مصدق باید خلاف خدمت، یعنی وقتی که میگیم فلان کس خدمت کرده به ایران، وقتی بخواییم خلافشو بگیم چه کلمه ای به کار میبریم، من اون کلمه رو صریحا به کار بردم و گفتم من 100 مورد در این مورد از مصدق شرح میدهم با سند، و شروع کردم و به شرح دادن اون مطالب. دوستان در مورد آقای محمد مصدق فقط اظهار می کنند که بله ملی شورای نفت، در حالی که من در همون رادیوی ببخشید تلویزیون ایران آریایی در 6 جلسه ثابت کردم که اون هم 100% به نفع یک دولت بیگانه بود و توسط یک دولت بیگانه انجام شد. و دوستان گرامی، و شایسته همون کلمه است که اپوزیت و خلاف این خدمت هست. اگر دوستان میخواهند اون مواردی که عرض میکنم با سند ملاحظه کنند، لطفاً تشریف ببرند در اینترنت، در یوتیوب اسم من مهدی شمشیری را تایپ کنند، اون وقت تمام اون گفتارهای من میایه و تمام مطالب با سند در اونها هست. خب حالا در مورد این پاسخی که یک آقای دکتر به نام دکتر هوشنگ گیلک جواب داده به آقای دکتر محمود رضاییان، بله در شماره بعد، حالا اجازه بدید این مجله در دست منه، در شماره در سال 20 شماره 80 زمستان 1394 در صفحه 19 از صفحه 19 آقای دکتر هوشنگ گیلک پاسخ دادن به آقای دکتر محمود رضاییان. پاسخ ایشون یک جمله در جهت اینکه مصدق چرا قهرمان هست و چرا خوب هست و چرا وطن پرست هست و چرا قانونمند هست و اینا وجود نداره. اون مطالب مختصری هم که نوشتند همه به علت بی اطلاعی بوده. حالا دوستان عزیز، این هفته من در این مورد صحبت نمی کنم. 2 هفته دیگر در همین رادیو در ساعت 12 به وقت این رادیو، به وقت تگزاس و دالاس و 10 به وقت کالیفرنیا در این مورد صحبت خواهم کرد، امیدوارم بتوانم، و از دوستانی که شنونده هستند استدعا میکنم به آقای دکتر گیلک و به آقای دکتر هوشنگ، دکتر شارخ احکامی و همچنین به آقای دکتر محمود رضاییان و به هر کس دیگر که علاقمند هست به این گفتار در اون ساعت توجه بفرمایند. و در هر حال پاسخهای مستدل و درست در 2 هفته آینده داده خواهد شد. امروز فقط مقدمه را عرض کردم. اما چرا امروز در این مورد بیشتر صحبت نکردم؟ برای اینکه تعدادی از شنوندگان این رادیو در گفتاری که من 2-3 هفته قبل، چند هفته قبل راجع به
مظفرالدین شاه و این که این پادشاه تا آخر عمر از یک بچه 12-13 ساله هوشش بالاتر نرفته بود صحبت کردم، یعنی دیگران به نام او تصمیم می گرفتند و اجرا می کردند و خود این شخص نمی دونست که اون تصمیم چه نتیجه داره. می گویند این شخص فرمان مشروطیت صادر کرد، مشروطیت به ایران داد. بله، باید با اون افرادی آفرین گفت که اطراف اونو گرفته بودن و به اون رو وادار کردن که این فرمان امضا کنه. و الا در اون وقت در از ابتدا از مردم ایران هم عده زیادی نمی دونستن مشروطیت یعنی چه. البته این اضافه بکنم، این حرف من مربوط به آغاز شروع نهضت مشروطیته و الا به تدریج مردم ایران شروع کردن به تحقیق و تجسس و اینها و وقتی که محمد علی شاه را از سلطنت خلع کردند مردم ایران عده زیادی آگاه شده بودند که چی میخواهند و فعالیت داشتند و این دو مرحله مختلفه. در ابتدا و آخوندهایی که رفته بودند به تحصن، در ابتدا شاه عبدالعظیم و بعد در قم، اینها حتی نمی دونستند که چی باید درخواست کنند. این آقای یحیای دولت آبادی بود، آمد تو درخواست اونا نوشت در عدالت نامه، عدالت خانه ببخشید، عدالت خانه، و اونا آخونده همین هم نمیدونستن. حالا این مطالب بمانه، هر کدوم دوستان مایل باشند سوال کنند، تحقیق من جواب میدم. دوستان گرامی، در 2-3 هفته قبل که راجع به این بیهوشی و کم عقلی آقای مظفرالدین شاه صحبت کردم، همه حرفایی که زدم از قول ایرانیان بود، همه از بخبر و سلطنه هدایت از قولش مطلب عرض کردم، بعد از قول صدر و سلطنه معروف با حاجی واشنگتن پسر میرزا آقاخان نوری عرض کردم، از قول ناظم الاسلام کرمانی مطلب گفتم، از قول حاج میرزا یحیی دولت آبادی و همچنین از قول سردار ظفر بختیاری و از قول حسین قلی خان نظام السلطنه، از قول عبدالله مصوفی و دیگران، همه افراد دانا و سیاستمدار و آگاه بودن. خیلی از خود خیلی ها دیگه من عرض کردم که اون میتونن دوستان در گفتار 2 هفته قبل من اینا مطالب همه رو مطالعه بفرمایند، بشنوند. دوستان عزیز و محترم، حالا یه عده‌ای از دوستان آمدند و زیاده چند نفری به طور شنیدم، اینها گفتند فلانی رفته توی تاریخ اون چیزهایی که علیه مظفرالدین شاه بوده از قول یه عده جمع کرده و اصلا یک کلمه راجع به خوبی های مظفرالدین شاه بیان نکرده. بالاخره از این همه بادنجان دور قابچی یه عده بودن که کتابی نوشتن و یه چیزهایی نقل کردن از هوش عظیم بزرگ نمیدونم جناب آقای اعلیحضرت، البته بودند، ولی جز افرادی که بشه حتی کوچکترین
مثلا آخوندی که براش روزه میخونده، خب از خوری که نمیشه دلیل آورد، و یا از اون همسرش که فلان زن بوده. حالا من میایم برای این که دوستان بدونن خارجی ها در مورد این آقای مظفرالدین شاه چه مطالبی نوشتند، این امروز صحبت ها و نوشته های ایرانیان صرف نظر می کنم و می پردازم به خارجی ها، اونم خارجی هایی که 100% حرفشون معتبره، حتی 1 در 1000 هم نمیشه گفت اینها دروغه. دوستان گرامی، یک شخصی بوده، البته مطالبی که میگم شاید بعضی افراد در چند سال قبل یا چند بله در رادیو دیگه بعضی مطالبش شنیده باشن از قول من، ولی حالا به طور تازه بیان میکنم. یه شخصی بوده به اسم گزاوه پاولی. این شخص به مدتی در حدود 25 سال از طرف وزارت داخلی فرانسه مأموریت داشته که از پادشاهان و شاهزادگانی که به آن کشور مسافرت می کردند پذیرایی نماید. مأمور پذیرایی پادشاه ها و شاهزادگان دنیا بوده و به علاوه به عنوان راهنمای رسمی مطالبی که اونها میخواهند در اختیارشون بگذاره و وسائل حفظ اونها رو فراهم بسازه. این شخص در این مدت طولانی آنچه را که در مصاحبت 12 تن از این مهمانان ارجمند، از این پادشاهان و شاهزادگان 12 تن اینها رو در کتابی به زبان فرانسه به نام اعلی حضرت ها منتشر کرده، قسمت خنده آوری از کاش قسمت چاپ نمی کرد، قسمت خنده آوری در این موره در از این کتاب راجع به دیدارهای مظفرالدین شاه از فرانسه می باشد. این مطالب دوستان می خواهد ببینید کجا بوده؟ در زمان شاه در 1323 البته مجله بوده به اسم یادگار از چه تاریخی تا چه تاریخی منتشر شده الان در اختیار در نظر ندارم، ولی شماره 1 این مجله در شهریور 1323 مطابق با آگست و سپتامبر 1944 مطابق با رمضان 1363 منتشر شده. این مجله دوستان گرامی الان در جایی بخواید بخرید وجود نداره، ولی در کتابخونه های معتبر هست، مخصوصا و حتما در کتابخونه های دانشگاه تهران. این که میگم کتابخونه های دانشگاه تهران برای که دانشگاه تهران برای هر دانشکده یک کتابخونه مجهز درست کرده و مجهزترین این کتابخونه ها کتابخونه مرکزی دانشگاه تو اون جا هست. خوشبختانه اهالی تهران شانس دارند که غیر از اون به کتابخونه ملی مراجعه کنند و به کتابخونه های مجلس شورای ملی سابق مراجعه کنند و الان هم به طوری که باز شنیدم اغلب استانها کتابخونه های مجهز دارند و این قبیل نشریات معتبره اگر که جای نبوده بخرن تهیه کنند و
فتوکپی گرفتن و دارن. حالا پس در ایران دسترسی به مجله یادگار شماره یک زیاد مشکل نیست. این مجله رو وقتی دست آوردن در از صفحه 15 به بعد در مورد این مطالبی است که میخوام عرض کنم. در صفحه 15 این آقای گزاو پاولی میگه این پادشاه در حقیقت طفلی مسن بود از یک طرف هیکل درشت و سبیل‌های پرپشت و چشمان گرد پر از مهر و شکم گنده و چاقی ظاهر او جلب توجه می کرد و از طرف دیگر ذهن کهنه پرست و هوش ضعیف او. ببینید اگر این نرفته بود خارج مظفرالدین شاه چقدر بهتر بود که این مرد احمق بره به نام پادشاه ایران. خب حال بقیش بخونم. از جهت میزان فکر و فهم مظفرالدین شاه حکم یک بچه مدرسه‌ای 12 ساله را داشت و درست همان تعجب و سادگی و کنجکاوی که به چنین طفلی دست می‌داد او را دست می‌داد. سرگرمی او همیشه چیزهای کوچک و بی اهمیت بود و تنها به همین قبیل اشتغالات توجه می‌کرد و غیر از اینها به چیزی دلخوش نمی‌شد. طبیعتی بسیار ملایم و خیرخواه داشت ولی بی نهایت ترسو بود. گاهی در بذل و بخشش راه افراط می رفت. به نهایت درجه بلهوس و بهانه‌گیر بود. اما در این هوسرانی ها هیچگاه به آزار کسی راضی نمی شد. به جان خود بسیار علاقه داشت و چون من تا حدی حافظ و مراقب او بودم به من حقیقتا از صمیم قلب محبت می‌ورزید و کار این محبت گاهی به رقت و تأثر می‌کشید، چنان که روزی که بر سر کمال لطف بود و حدقه‌های گرد چشمان خود را بر من دوخته گفت پاولی نجیب، شما نوکر عزیز و خوب من صدر اعظم ایران. باید توضیح بدم امیرالسلطان اتابک صدر اعظم ایران چون دید که من از این خطاب تعجب کردم و قدری هم از این مقامی که شاه در سلسله مراتب مشاغل اجتماعی برای من تعیین کرده آزرده خاطر شده ام، مداخله کرد و گفت که مقصود اعلی حضرت از اظهار این التفات که شما را نوکر خود خوانده این است که شما جزئی از اجزای خانه ایشان محسوب می شود. خب دوستان گرامی، حالا قسمت بعد میریم تو صفحه 16 و 17 مجله یادگار. میگه در سفر اول مظفرالدین شاه به پاریس دولت فرانسه برای تجلیل او مراسم افتتاح مهمانخانه ای را که بعدها به مهمانخانه سلاطین مشهور شد به دست این پادشاه جاری ساخت. پس این مهمونخانه بزرگ به دست داده به آقای مظفرالدین شاه که در او سکونت کنه برای تجلیل از این آقا افتتاح کنه. این مهمونخانه را دولت فرانسه مخصوصا در خیابان بلادو بولونی که امیدوارم درست تلفظش کرده باشم برای منزل دادن پادشاهانی که به مهمانی به این سرزمین می آیند درست کرده
و آن اگرچه نسبتاً کوچک است ولی در عوض بسیار مجلل ترتیب داده شده است و اساسه آن را دولت فرانسه از میان بهترین اساسه های موزه های تاریخی خود اختیار و به آنجا منتقل نموده است، چنان که به گمان من مظفرالدین شاه بر همان تخت خواب ناپلئون اول میخوابید و در لگن مخصوص زن امپراتور ماری لوئیز دست روی خود را میشست. اما شاه به این گونه یادگارهای مهم تاریخی اهمیتی نشان نمیداد و یاد آنها نیز در او اثری نداشت، بلکه هر چیز بیقدر و قیمتی را که دسترسی به آن امکان داشت بر همه ترجیح میداد، مخصوصا آنها را که جنبه فریبندگی داشت و زرق و برق آنها چشمان او را خیره می کرد یا تازگی آنها جالب نظر بود، آنها را به جان و دل می خواست و می خرید. برای اینکه میزان اختیار و ترجیح خاطر او دستگیر شود، کافی است که بگویم که در همان اوان ورود به پاریس، پس از شنیدن آواز پیانویی که برای تزیین اتاق او تهیه دیده و سوار شدن بر اتومبیلی که برای تفریح اعلی حضرت در اختیار او گذاشته شده بود، دستور فوری داد که هر دو را به هر قیمت که باشد بخرند و بپیچند و به ایران بفرستند. چون از اطاعت اوامر مطاع ملوکان چاره نبود، به همان دستور عمل شد. درجه حیرت و وحشتی که به اعلی حضرت از اولین دیدار نمایشگاه بین المللی پاریس دست داد وصف نکردنی است. این شهر کوچک بین المللی که گویی زاده یکی از همان داستانهای الف لیل ایرانی بود، در روح شرق شاه اثر شورانگیز کرد و با اینکه شاه سعی داشت چیزی از آن نمایان نباشد، کاملا هویدا بود. شکوه جعبه آینه هایی که کالاهای ماورا بهار را پشت آنها چیده بودند، بیش از همه نظر او را جلب می کرد. همچنین جعبه آینه های جواهر او را به اعجاب و حیرت می انداخت و در صورتی که شاه بدون آن که خود متوجه باشد، از جهت قیمت و نفاست جواهراتی که بر دست و سینه داشت، در حکم جعبه آینه متحرکی بود که هر جواهر فروشی در آرزوی آنها جان می داد. بای سر و لباس قیمت مظفرالدین شاه را یک قلم 34 میلیون فرانک تخمین زده بودند. 34 میلیون فرانک قیمت جواهراتی که به بدن او آویزان بود. این قیمت خودش چند؟ صفر. البته اینا را خودم دارم میگم، نگید اینا تو کتابش نبود. بله، اینها را اضافه کردم، یه جوری که دو جمله آخره. خب، سودجویی نامشروع و بیشرمانه ملتزمان رکاب. من الان از صفحه رسیدم به 19 و 20. ملتزمین رکاب شاه با اینکه گاهی از خود درویش مسلکی و شاعر منشی ظاهر می کردند، از هر کس بیشتر دنیادار بودند و نان را به نرخ روز می خوردند. توضیح آن که این گروه برای وصول پولهایی که در راه هوس دیدار فرنگستان از کیسه شان به در رفته بود،
با کمال بی‌صبری از گرفتن هر چیزی که ما به آن تعارف و رشوه میگوییم به هیچ وجه خودداری نداشتند و این کار را با کمال بیباکی و بدون هیچ گونه پروایی به انجام میرسندند. من اینجا یک مطلب خودم اضافه کنم که آقای گزاف پاولی اشتباه کرده، اشتباه بزرگ. اینجا گفته اینها برای وصول پولهایی که در راه دیدار فرنگستان از کیسشون به در رفته بود کوشش میکردن، در حالی که تمام مخارج سفرهای آقای مظفرالدین شاه از خارج پول قرض شده بود، مخصوصا از روسیه و ایران، مردم ایران بدهکار بودند و باید میدادند و دادند. حالا اینها یک شایی از پول خودشون خرج نمی کردند که برای جوان اونها فعالیت کنند. خب حال باز بقیه رو می خونم از کتاب. من با این که بسیار با ضعف نفس‌های بشری سر و کار داشته و در راه مشاهده آنها کهنه‌کار و مجرد شده بودم، باز باید اقرار کنم که رسم گستاخانه‌ای که در میان این جماعت صاحب مقام می دیدم تمام تصورات و تجربیات مرا تحت شعاع قرار داد. به محض این که همراهان ملتفت می شدند که امروز اعلی حضرت در طی گردش های روزانه به چه مغازه هایی خیال دارد سر بزند، یک فوج از ایشان از پیش بر سر صاحب مغازه می ریختند، از او که طبعا دست و پای خود را از این پیش آمد غیر معنوس گم می کرد، به اصرار می خواستند که مبلغ گزافی به ایشان تعارف بدهد تا شاه را با تعریف و تشویق به خریدن اجناسی که از او دارند و این افتخار را شامل تعارف بدهد، همچنین مبلغ گزافی به ایشان تعارف بدهد تا شاه را با تعریف و تشویق به خریدن اجناسی که از او دارند تشویق کنند. خیلی خوب. و این افتخار را شامل او سازند. این یکی دو کلمه من اضافه کردم برای جمعش، به نظرم خورده ناقص آمد. معمولا صاحب مغازه هم روی مخالفت نشان نمیداد. چه پول هر چرا به این جماعت به اسم تعارف میداد بر روی اجناسی که شاه باید بخرد میکشید. موقعی که چند ساعت بعد اعلی حضرت با همان جامدان معروف در مقابل مغازه نمایان می شد، این ملتزمین رکاب چنان به لاف و گزاف از خوبی اجناس آن مغازه تعریف می کردند که شاه جز ادای همان جمله آمرانه معتاد که می گفت من این را می خرم چاره ای نداشت، زیرا که اعلی حضرت به قدر رقیق القلب بود که نمیخواست به هیچ کس کوچکترین زحمت و آزاری برسد. امر عجیب این که این همراهان شاه به هیچ وجه از این جیبری که نسبت به مخدوم خود روا می داشتند شرمنده نبودند و با آب و تاب تمام آن را همه جا نقل می کردند و آن را یکی از مداخل مشروع و جز حقوق حقه خود می دانستند. با این حال باید گفت که صدر اعظم ایران لابد به علت آن که او هم قبلا از همین راه ها ثروت کافی به دست آورده بود دیگر محتاج نبود اعتنایی به این گدابازی ها و این گونه معاملات بیشرمانه نداشت. این شخص زیجاخ
که در آن اوقات جناب اشرف صدر اعظم میرزا علی اصغر خان امین السلطان خوانده میشد، مردی بود خوش سلیقه و مدبر و زیرک و شاه نسبت به او التفات عظیم داشت. میاییم قسمت بعد از صفحات 22 و 23 مجله. مظفرالدین شاه با آسانی از هر چیز میترسید و به وضع غریبی دچار میشد. حالت وحشت شاه هم به اشکال مختلفه بروز میکرد و هم به کیفیاتی غیر مترقبه. مثلا هرچه به او اصرار کردند، گوش بدید دوستان، هرچه به او اصرار کردند هیچگاه از شدت ترس حاضر نشد که به بالای برج ایفل برود. مستخدمین که در داخل این برج خارجیان را راهنمایی می‌کردند، هر بار که شاه را می‌دیدند تا طبقه اول برج جلو می‌آید، امیدوار می‌شدند که اعلیحضرت دیگر این بار به طبقات بالای آن صعود خواهد کرد، لکن این امید هر بار به یأس مبدل می‌گردید. چه به نظر این که شاه به زیر آهن بندی طبقه اول می رسید و قدری فضای اطراف و آسانسورها را نگاه می کرد، نظر پر از ترسی به پله ها می انداخت و با عجله را پایین را پیش می گرفت. هرچه به او می گفتند که پدرش ناصرالدین شاه تا آخرین طبقه برج بالا رفته فایده نداشت. یک لحظه با اجازه من کاغذ رو جلو عقب کنم. بله، فایده نداشت و مظفرالدین شاه جرأت نمی کرد که قدمی به بالاتر بردارد. بله، واقع حالا اضافه دارم می کنم. این دیگه یک قسمتی از کتاب. بله بله، باز برم تو کتاب، همون صفحه 23 و 24. واقعی که شاید بیش از همه موجب تفریح خاطر باشد، پیش آمدی بود که موقع تماشای تجارب مربوط به فلز رادیوم رخ داد. به این معنی که من در حین صحبت روزی از کشف بزرگی که به دست موسیو کوری انجام یافته سخنی به میان آوردم و گفتم که این اکتشاف ممکن است اساس بسیاری از علوم را زیر رو کند. شاه فوق‌العاده به این صحبت من عشق و علاقه نشان داد و مایل شد که این فلز قیمتی پر از اسرار را ببیند. به موسیو کوری خبر دادیم. با اینکه بسیار گرفتار بود، حاضر شد که روزی به مهمانخانه الیزه پالاس بیاید، چون برای ظهور و جلوه خواص مخصوص رادیوم لازم بود که عملیات در فضای تاریکی صورت گیرد. من با هزار زحمت شاه را راضی کردم که به زیرزمین تاریک مهمانخانه بخصوص برای این کار مهیا شده بود بیاید. شاه و همه همراهان او قبل از شروع عملیات به این اتاق زیرزمینی آمدند. موسیو کوری در را بست و برق را خاموش کرد و قطعه رادیوم را که همراه داشت بر روی میز گذاشت. ناگهان فریاد وحشتی شدیب نعره گاو یا آواز کسی که سر او را ببرند بلند شد. پشت سر آن فریادهای زیاد دیگری از همان قبیل زجه اتاق را پر کرد. همگی ما را وحشت فرا گرفت. دویدیم، چراغ‌ها را روشن کردیم.
دیدیم که شاه در میان ایرانیانی که همه زانو به زمین زدند دست‌ها را محکم به گردن صدر اعظم انداخته و در حالی که چشمانش از ترس دارد از کاسه بیرون می آید ناله می کند و می گوید از اینجا مرا بیرون ببرید. همین که تاریکی به روشنایی تبدیل یافت حال وحشت شاه هم تخفیف شده کرد و چون دانست که با این حرکت مشتی و کوری را از خود ناامید ساخته خواست به اون نشانی بدهد، اما دانشمند مزبور که از این گونه تظاهرات بیزار و بی‌نیاز بود از قبول آن امتناع ورزید. در وحشت ذاتی مظفرالدین شاه از تاریکی و تنهایی درجه وحشت ذاتی مظفرالدین شاه از تاریکی و تنهایی با آن پایه شدید بود که شبها بایستی در اتاق او پر از روشنایی و سر و صدا باشد و به همین ملاحظه هر شب همین که شاه میخوابید و موجه بر هم میگذاشت یکی از همراهان او در اطراف بستر او مینشستند، چهل چراغ‌ها را روشن می‌کردند و حکایات روزانه خود را با صدای بلند برای یکدیگر نقل می‌نمودند و چند تن از جوانان نجیب‌زاده درباری دو به دو به نوبت و پای او را به رغبت و با نظم و آرام آرام مشت می‌زدند. شاید شاه به این ترتیب تصور میکرد که میتواند جلوی مرگ را اگر بی‌لطفی کند و بخواهد در همین در حین خواب به سر وقت او بیاید بگیرد. امر عجیب این که شاه با وجود این همه مشتمال و روشنایی و سر و صدا به خواب میرفت و ناراحت نمیشد. قسمت بعدی عشق بازی های ناصرالدین شاه، نمیدونم بخونم بعد یا برم قسمت های دیگه بخونم بعد نیست. عشق بازی های احمقانه مظفرالدین شاه در پاریس، صفحات 35 و 36 هم مجله یادگار. میگه اعلی حضرت با این که نشاط دوست و هواپرست بود راحتی خود را بی اندازه دوست داشت و از هرچه موجب تهییج یا تأثیر او می شد دوری می جست. با این حال از حس شفقت خالی نبود و از جنس لطیف هم بدش نمی آمد. خیلی مهمه که بله از جنس لطیف هم بدش نمی آمد. گاهی کرم و بخشش را به نهایت درجه می رساند و بلا تأمل شاه بخشی های عظیم می کرد. مثلا یک دختر کارگری که در سر راه خود می دید یک انگشتری الماس به او می بخشید و اسکناسی به فقیری می داد و غالبا به این و آن اشرفی هایی که صورت او بر آنها نقش بود عطا می کرد و گاهی هم در عالم عشقبازی تفنن های عجیبی از او سر می زد که برای من زحمت تولید می کرد. به خاطر دارم که یک روز بعد از ظهر در بوادو بولونی می گشتیم که من عرض کردم خدمت دوستان این اسامی فرانسوی رو من بلد نیستم، اگر اشتباه خوندم پوزش میخوام. بواد و بولونی میگشتیم. مظفرالدین شاه در نزدیکی دریاچه ها محلی را پسندید و امر داد کالسکه ها توقف کنند و شاه از مناظر اطراف و اشخاص همراه چند عکس فوری برداشت. همه پایین آمدیم. قدری دورتر چند خانم بسیار آراسته
بدون آن که به ما اعتنایی کنند مشغول صحبت با یکدیگر بودند. من با این که هیچ آن جماعت را نمی شناختم نزدیک رفتم و با کمال عذرخواهی تفنن شاهنامه را شاهانه را ببخشید تفنن شاهانه را به اطلاعشان رساندم. خانم ها هم تفنن خود را در این دانستند که این دعوت شاهانه را بپذیرند. شاه از ایشان عکس برداشت و با هر یک تبسمی کرد و چون کار عکاسی تمام شد مرا پیش خواند و گفت: پاولی، خانم های زیبای دلانگیزی هستند، برو به ایشان بگو که با من بیایند به تهران. لابد حال زار مرا در آن موقع حدس خواهی زد. هرچه فصاحت و عبارت پردازی در چنته و در خیال داشتم به کار بردم تا به شاهنشاه بفهمانم که یک زن را نمیتوان به آسانی یک پیانو یا یک دستگاه سینما یا یک اتومبیل به تهران برد، یا همچنان که معمول شاهنشاه در معاملات است در مورد یک زن هم با ادای جمله من این را میخرم کار را تمام کرد. خیال نمی کنم که دو توضیحات من اعلی حضرت را قانع کرده باشد، زیرا که اندکی بعد در موقع یکی از نمایش های اپرا در جایگاه مخصوص ریاست جمهور، یعنی نمایش اپرایی به افتخار اعلی حضرت داده بودند، حالا در اون نمایش دوستان گرامی یک لحظه پوزش می خواهم. بله، بله، اعلی حضرت به جای آن که متوجه نمایش باشد، نمایش اپرا منظوره، و رقص دلاویز کوپلیا را که در آن یک عده از رقاصه های ما بازی می کردند مورد اعتنا قرار داد، با لجاج مخصوصی دوربین خود را متوجه آخرین صف تماشاچیان کرده و در طبقه چهارم زنی را قراول رفته بود و از خود حرکاتی استرابامیز ظاهر می ساخت. من ترسیدم که مبادا اعلی حضرت یکی از اشخاص مظنون توطئه ساز را دیده و نگران شده باشد. در این موقع وزیر دربار، توضیح بدهم، میرزا محمود خان حکیم الملک تبریزی، اصلا این اجداد حکیم‌های‌ها، پیشاب به گوش او چیزی گفته بود، پیش من آمد، با تزلزلی به من گفت که گلوی اعلی حضرت سخت پیش خانمی که آن بالا نشسته است گیر کرده. خوب دقت کن و ببین همان خانمی است که بر صندلی چهارم طرف دست راست قرار دارد. البته اعلی حضرت از شما ممنون خواهند شد اگر اسباب آشنایی آن خانم را با ایشان فراهم کنید. ممکن هم هست که برای جلب خاطر او بگویید که اعلی حضرت حاضرند او را با خود به تهران ببرند. من دیدم باز همان آش است و همان کاسه. با این که در جزء مشاغل من چنین مأموریت های قید نشده بود، باز چون می فهمیدم که از شر این مرد شرقی مضحک به هیچ وجه نمی توانم خلاص شدم. ببینید، به پادشاه ما میگه پادشاه مسخره مضحک. به فکر افتادم که یکی از مفتشین خود را که لباس تمام رسمی در برداشت و در پیشگاه مقر شاه به پاسداری مشغول بود، بله ببخشید، به طبقه چهارم بفرستم تا آتش شور و عشق شاهانه را به خانم برساند.
مأمور شوخ و شنگل من هم قبول کرد و رفت، و چون در برگشتن او تأخیری روی داد دیدم که بیتابی اعلی حضرت ساعت به ساعت شدت می‌یابد. بالاخره هنگام نمایش پرده آخر مأمور را دیدم که با سبیل‌های آویخته پیش می‌آید. به او گفتم چه شد؟ به خانم در جواب چه گفت؟ مأمور گفت هیچ، فقط سیلی آبداری به صورت من نواخت. صدر اعظم ایران که این خبر ملالت اثر را به شاه رساند، اعلی حضرت ابروهای پرپشت خود را در هم کشید و گفت کالسکه مرا حاضر کنید. ببخشید، خستم، میخواهم بروم. خب، یعنی دیگه تا آخر اپرا نمونده. حال که من شغل تاریخ نویسی را پیش گرفتم، مجبورم اعتراف کنم که مظفرالدین شاه همه وقت هم در میدان عشق قرین شکست های جانگداز نمی شد، بلکه در این مرحله خوش که شاه خود را هر قدم داوطلبانه در آن می انداخت، گاهی توفیق های نیز نایل می آمد، چنان که در پاریس برای او سر و سری از همین قبیل پیش آمد که هم گرم و نرم بود و هم دو طرفه. به این معنی که شاه زن بسیار زیبای دلربایی را که از خانمهای فرانسوی سوگلی خود قرار داده بود، و زن هم که دولت و ثروت اعلی حضرت را میدید، روز به روز بیشتر دل باخته و فریفته اعلی حضرت میشد. و همین نظر در هر سفر که شاه به پاریس میآمد، این خانم هم در مهمانخانه او منزل میکرد. اگرچه این خانم و اعلی حضرت هر دو هم دیگر را دوست میداشتند، اما چون عشق هر کدام صورت دیگر داشت، گاهی مغازله به دلسردی و مجادله می کشید. خانم بیشتر به کیسه شاه چشم دوخته بود و هر آن از او توقع سیم و زر داشت. شاه هم که چون خیال می کرد خانم تنها عاشق چشم و ابروی اوست، همین که این حال را از او می دید می رنجید و دلازرده می شد. طمع خانم را به مال و منال مرد از این مشعن توانگری کم و بیش میتوان تفسیر و تعویل کرد. اما عجب از مظفرالدین شاه بود که با وجود بذل و بخشش های بیجا نسبت به هر ناشناسی در مورد خانم جور را سوگولی خود قرار داده بود حالت لعامت و حالت لعامت زشتی ظاهر می ساخت. شاید از شدت ساده لوحی چنین خیال می کرد که خانم باید همینطور خشک و خالی او را دوست بدارد و بیمایه به عشق ورزی شاهنشاه نسبت به خود خرسند و مفتخر باشد. گاهی این کشمکش دائمی عاشقانه به صورتی در می آمد که ناظرین را از خنده رودبر می کرد. چون خانم هر وقت از شاه گردنبندی مروارید و یا انگشتری الماس می خواست و شاه همه را به وعده می گذرانید، بالاخره به تنگ آمد و مصمم شد که دلیرانه در مقابل خواهش های اعلی حضرت مقاومت به خرج دهد. با این بکن میبست، شاه پشت در میماند، پا بر زمین میکوبید، تهدید میکرد و در آخر کار به التماس و استغاثه می افتاد. اعلی حضرت به التماس و استغاثه می افتاد. خانم از پشت در بسته می گفت
جواهرات مرا بیاور تا در را باز کنم. البته دیگر فایده نداشت که اعلی حضرت خانم را در این حال با وعده به وعده تهران بر سر رضا و تسلیم بیاورد، چه خانم به هیچ روی فریب نمیخورد، بلکه آنقدر پافشاری میکرد تا شاه بفرستد و گردنبند مروارید یا انگشتری الماس را بیاورد و خانم با این تدبیر زینتی دیگر بر زینت‌های پیکر خود می‌افزود. اجازه بدید از قول این آقای گزافه پاولی دو صفحه کامل دیگه هست بخونم و چیزهای دیگه از قول دیگران، مثلا سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در ایران هست که اونا را به یک وعده دیگه موکول میکنم. خب، تلون مزاج و بلحوثی های ملوکانه، باز اینا را از قول از صفحه 36 و 37. هیچ وقت از پیش نمی گفت که تصمیم شاه برای حرکت چیست. هر روز من با موافقت شاه دستور حرکت بعد از ظهر را مرتب می کردم، اما همین که بعد از ظهر می شد می دیدم شاه به میل خود راه دیگری اختیار کرده است، من هم ناچار باید دائم دستخوش هوس و هوای ملوکانه و گوش به زنگ اوامر شاهانه باشم. مثلا یک روز ساعت 11 صبح گفت امروز ساعت 2 بعد از ظهر به تماشای موزه می رویم. من فوری به وزیر صنایع و مستظرفه تلفن کردم که مستخدمین را مهیای پذیرایی شاه کند و به حکومت نظامی پاریس هم اطلاع دادند که سوارانی برای التزام رکاب بفرستند. ساعت 3 بعد از ظهر شد و شاه نیامد. بالاخره ساعت 4 شاه با قیافه گرفته و اندیشناک نمودار شد و به من گفت خوب است گردشی در بواد و بلونی بکنیم. روز دیگر که شاه صبح آن را به خواندن فصلی از سرگذشت ناپلئون اول گذرانده بود، مرا به صرف نهار دعوت کرد. وقتی که شرفیاب شدم گفت موسیو پاولی، امروز میل دارم که قصر فونتلبلو را ببینم. گفتم آخر اعلی حضرتا. گفت زود. چاره نبود، فورا به طرف تلفن دویدم و به شرکت راه آهن پاریس به لیون و مدیترانه تلفن کردم که به هر قیمتی هست باید یک قطار مخصوص حاضر کرد. رئیس موزه و نایب الحکومه فونتلبلو را هم به هر نحوی خبر کردم و حرکت فوری خود را به آن بیچاره های بیخبر اطلاع دادم. شاه که هنوز تحت تأثیر مطالعه سرگذشت ناپلئون بود، همین که به جلوی نرده های آهنین فونتلبلو رسید به خیال تفنن عجیبی افتاد، به این معنی که به سوارانی که از ایستگاه تا قصر در رکاب او بودند امر داد که از اسب پیاده شوند و در حیاتی که به مناسبت آخرین خداحافظی ناپلئون با قراولانش در آنجا به حیات خداحافظی معروف شده پشت سر شاه قرار بگیرد. شاه آنها را در وسط حیات در یک صف قرار داد و خود در مقابل ایشان به پلکان تکیه کرد و پس از مدتی نگاه به آنان کلمه چند به فارسی زیر لب گفت و سپس داخل قصر شد. ما که از این حالت علازت دچار پریشانی شده بودیم ابتدا تصور کردیم که شاه دیوانه شده است و بعد از اندکی به خود آمدیم
فهمیدیم که اعلی حضرت با این حرکت خواسته است که منظره آخرین خداحافظی ناپلئون را با قراولان خود به نمایش درآورد. شاید قراولان از این منظره احساس افتخاری جهت خود کرده باشند، ولی خیال نمی کنم که برای ناپلئون هم اگر در اینجا بود همین حالت افتخار دست می داد. دوستان گرامی، با پوزش آخرین مطلب از این کتاب از صفحه 39 و 40 می خونم. بگیس نمونه هایی از عادات بیادبانه ملوکانه. چند روز بعد از ورود شاه به کانتر، ببخشید تلفظش فرانسوی، کانترکسویر، حالا شاید درست تلفظ نکنم، اونجا آب معدنی بوده. چند روز بعد از ورود شاه به کانترکسویر اطلاع دادند که اولیا حضرت گراند دوشش ولادیمیر از روسیه به اینجا آمده و در مهمانخانه نزدیک به مقر شاه منزل گرفته است. شاه به دیدن او رفت و برخلاف معمول خود او را به ناهار دعوت کرد. در روز موعود وقتی که گراند دوشس از کالسکه خود جلوی مهمانخانه شاه پیاده شد، شاه را دید که لباس مشکی در بر دارد و گل سرخی به لباس خود زده و در آستانه در منتظر اوست. شاه دست گراند دوشس را گرفت و اولیا حضرت را از روی قالی‌های عالی کاشانی که همه جا همراه داشت و آنها را بر زمین فرش کرده بود گذراند و او را با جلال تمام به اتاق نهارخوری برد. اولیا حضرت که از این عنایت شاهانه مسرور شده بود و مشغول کیف بردن از آداب ایرانی بود، هنوز بر سر میز ننشسته بود. دوستان خوب گوش بدید، اولیا حضرت از آداب ایرانی سر کیف آمده بود، حالا هنوز بر سر میز ننشسته بود که پیش خدمتی با یک سینی طلا آمد و چیزی را که ابتدا در وصف آن حیران مانده بودیم پیش شاه آورد. شاه بدون آن که خم بر ابرو بیاورد، با نهایت بی‌اعتنایی به حضار دست دراز کرد و آن را در انگشتان خود گرفت و با مهارتی مخصوص بین دو فک خود جا داد. البته بعد از آن که همه دانستند که این چیز دندان آریه شاه بود، آن وقت حالت بختی را که به حاضرین دست داد می توانید حدس بزنید. بدتر از این حرکت، ببینید چه حرکتی بدتر از این بوده، گوش برید. بدتر از این حرکت آن که در وسط غذا شاه رشته صحبت را غفلتاً با اولیا حضرت قطع کرد و بی آن که چیزی بگوید بیرون رفت و پس از 5 دقیقه برگشت و تبسم کنان سر جای اول خود نشست. در این حال وزیر دربار ایران با صدای بلند گفت: اعلی حضرت برای قضای حاجت به بیرون رفتن احتیاج پیدا کرده بودند. البته گراند دوشس از این ناهار تاریخی چنانچه بدیهیست خاطره فراموش نکردنی بیادگار خواهد داشت. گویا شاه هم برای رفع همین اثر خاطره ناگوار بود که فردای آن روز چند قطعه از آن قالیچه های نفیس کاشانی را، البته از پول مردم ایران، برای گراند دوشس فرستاد. به ضمیم نامه از صدر اعظم به این منظور که چون اعلی حضرت راضی نمی شوند که بر فرش هایی که پای اولیا حضرت بر آنها آمده پای دیگری گذاشته شود، خواهش دارند که آنها را از جانب ایشان بپذیرید. توی پرانتز آقای گزافه اضافه کرده: امین و سلطان اتابک
شاید هم اضافه او نباشه. به در هر حال این میخواستم من اضافه کنم که امین السلطان همواره مجبور بود که هر اشتباه حماقت‌آمیز مظفرالدین شاه با مبلغ گزاف از بودجه ایران و همین ترتیب جبران کنند. دوستان گرامی، این از قول یک نفر فرانسوی بود و مشاهدات او، شاهد عینی، و مشاهدات دیگری هم از قول دیگر افراد معتبر وجود داره که اونها رو دیگه وقت نیست و من به هفته های آینده اگر مایل باشید بقیه این داستان بشنوید موکول میکنم. البته هفته دفعه بعد، یعنی دو هفته دیگه، در مورد این مقاله‌ای که جناب آقای دکتر گیلک نوشته اند در پاسخ جناب آقای دکتر محمود رضایان صحبت خواهم کرد و قبل از ختم مطلب وظیفه خودم میدونم که از جناب آقای گنابادی سرپرست و رئیس رادیوی سوئد که لطف میکنند و این گفتارهای من پخش میکنند و همچنین از دوست گرامی جناب آقای مهرداد صدری که ایشان هم زحمت ضبط این گفتارها رو به عهده دارند، از هر دو نفر صمیمانه سپاسگزاری کنم و همچنین از دوست گرامی جناب آقای توکلی که زحمات اصلی رو به عهده دارند. از تا دو هفته دیگه شاد باشید، پیروز باشید، تندرست باشید. بسیار سپاسگزارم استاد، برای شما آرزوی سلامتی دارم تا دو هفته دیگر که در خدمتتون باشیم. پاینده ایران. I'm gonna make it.